ماجرا به زمانی برمیگرده که دروازه‌بان تیم مدرسه حجازی مصدوم میشه و معلم ورزش مدرسه در حالی که جایگزینی نداشته نگاهش به شاگرد بلند قامت بسکتبالیست‌ها خیلی زود از تیم دست دومی نادر به فوتبال ایران معرفی شد. او از این تیم به تیم ملی جوانان، اما او قرار بود برگی از تاریخ فوتبال ایران و تاج رو ورق بزنه و با شخصیت بزرگی که داشت از اون مرحله سخت عبور کرد. ماجرا مربوط به شهریور سال 1348 میشه، زمانی که رایکوف سرمربی تیم ملی تصمیم میگیره که عزیز اصلی و فرامرز زلی رو کنار بذاره و به حجازی 20 ساله بازی بده. حجازی تو نخستین بازی رسمیش مقابل پاکستان عملکرد خوبی داشت، اما تو بازی دوم مقابل ترکیه اوضاع خوب پیش نمیره و دروازه ایران تو همون نیمه اول 4 بار باز میشه. کیهان ورزشی پس از این شکست نوشت: مربی خارجی اگر ارسطو هم باشد هرگز نمیتواند ما را بشناسد، و به جایگزینی جوانان به جای بازیکنان قهرمان آسیا انتقاد کرد. با این حال گذر زمان چیز دیگری نشان داد و حجازی شد کشف ارسطویی رایکوف. حجازی از همون سال 48 که به تاج پیوست با جام شروع کرد. جنبان به همراه تاج و استقلال در 12 سال که شامل یک قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا بود و 4 عنوان به همراه تیم ملی شامل 2 قهرمانی جام ملت‌های آسیا و 1 قهرمانی بازی‌های آسیایی و در کنار آن صعود به مرحله 1/4 نهایی المپیک 1976 مونترال و جام جهانی 1978 آرژانتین به همراه تیم ملی، حجازی رو به دروازه‌بان اسطوره‌ای ایران تبدیل کرد و او توانست جایی در دل تمام مردم ایران پیدا کند. همه ما ماجرای اتفاقاتی که مانع از عقد قرارداد حجازی و منچستر یونایتد شد را شنیده ایم. اما شاید نرفتن به منچستر در مقابل اتفاقات تلخ دیگه‌ای که تو دوران حرفه‌ای حجازی افسانه‌ای رخ داد از کمترین درجه اهمیت برخوردار باشه. شاید تلخ‌ترین اتفاق دوران حرفه‌ای حجازی مربوط به وضع قانون 27 ساله‌ها در اوایل انقلاب اسلامی باشد. قانونی که مانع از حضور بازیکنان بالای 27 سال در تیم ملی میشه و خیلی‌ها علت وضع این قانون را حذف حجازی 29 ساله از تیم ملی می‌دونن. به همین دلیل دروازه‌بان اسطوره فوتبال ایران سال 59 در حالی که در آغاز دوران پختگی یک دروازه‌بان قرار داشت آخرین بازی ملیش رو مقابل کویت انجام داد و دیگر درون دروازه تیم ملی نایستاد. به حجازی آنقدر بیمهری شد که حتی نتوانست با لباس تیم محبوبش استقلال از فوتبال خداحافظی کند. باور کردنی نیست که مراسم خداحافظی دومین دروازه‌بان برتر آسیا در قرن 20 هزاران کیلومتر دورتر از وطن در بنگلادش گرفته شد. شخصیت و دیسیپلین حجازی و تسلطش به زبان انگلیسی در کنار تجربه مربی بازیکنی در سال 61 که با نایب قهرمانی استقلال در جام باشگاه تهران همراه شده بود نوید تداوم یک اسطوره در عرصه مربیگری را می‌داد. حجازی که قدر شناسی مردم بنگلادش را دی پرسپولیس را رقم زد و با پیروزی 2-1 مقابل این تیم منجر به حذفشان شد. ناصر خان بعد از چند سال به ایران پای کسب کنه. دوران مربیگری حجازی در ذوب‌آهن، استقلال رشت، ماشینسازی، استقلال اهواز و نساجی ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 86 دوباره اسطوره به خانه برگشت. اما اوزا آنطور که باب میل هواداران به حجازی بود پیش نرفت و او پس از 14 هفته جای خودش رو به فیروز کریمی داد. حضور در استقلال آخرین تجربه سرمربیگری حجازی بود. او دیگر هدایت تیمی را بر عهده نگرفت و تنها برهه کوتاهی مدیر فنی دی استرادای اسلوواکی شد. سال 88 بود که خبری تلخ دوستداران اسطوره فوتبال ایران را نگران کرد. ابتلای حجازی به سرطان ریه خبری بود که هیچ کس نمیتوانست باور کند. او 18 ماه با این بیماری جنگید و در این مدت هیچ کمک دولتی را قبول نکرد.
حجازی همیشه با یک بیت شعر پاسخ افرادی که قصد سوء استفاده از نامش را داشتند میداد: من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم زیر آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم. اون اتفاق تلخ بالاخره در تاریخ 2 خرداد 1390 رخ داد و داستان اسطوره در 62 سالگی به پایان رسید. ناصر حجازی یه فوتبالیست بزرگ بود، اما شخصیت بزرگ و صراحت لهجهش از او اسطوره‌ای فراتر از رنگ‌ها ساخت. او همیشه سمت درست را انتخاب کرد و در کنار مردم ایستاد. همین موضوع باعث شد که بی‌مهری‌های زیادی در حقش بشود و به چیزی که استحقاقش را داشت نرسد. شاید بهترین توصیف از درگذشت حجازی تیتر معروف روزنامه‌ها بود که نوشتند: عقاب از شهر کلاغ‌ها پرکشید.